قسمت دوم مقاله 62 فدرالیستیم که گفتیم مدیسون نوشته در مورد سنا و سناتورها چه کسایی میتونن انتخاب بشن و دلایل مختلفی که سناتورها نمیدونم 6 ساله انتخاب میشن، چرا باید سنشون 35 سال 30 سال باشه و و و. حالا ادامه میدیم. گفتیم که این خودش گفت این مقاله رو من 5 تا سوال رو جواب میدم یا به 5 مسئله نگاه میکنم. حالا مسئله دومی که میگه it is equally unnecessary to dilate on the appointments of senators by state legislatures among the various modes which might have been devised for constituting this branch of the government, that which has been proposed by the convention is probably the most congenial with public opinion. خب دو مرتبه برمیگردیم به این مسئله که گفتم خیلی مهمه که یادتون باشه تقریبا اون 125 سال 126 سال اول آمریکا، یعنی تا سال 1913 سناتورها توسط مجالس ایالتی انتخاب می شدن، state legislatures. و این میگه ما این کارو کردیم، مدیسون داره شعر میده، به دلیل اینکه میخواستیم به ایالت ها بگیم که بفرمایید شما اینجوری میتونید خودی نشون بدید، چون تمام این انتی فدرالیست ها حرفشون این بود که نه شما اصلا میخواید یواش یواش ایالت ها رو بذارید کنار، مجالس ایالتی رو بیارزش بکنید و این دولت فدرال بشه همه من همه فن حریف، همه دستوی دولت مرکزی قوی. مدیسون میگه ببینید ما سناتورها رو قصدن گذاشتیم مجالس ایالتی انتخاب بکنن که به ایالات قدرت بدیم، و چون سناتورها خیلی قدرتمند خواهند بود، همینی که مجالس ایالتی انتخابشون میکنه به شما نشون میده که ایالت ها رو ما حسابی در نظر داریم و میدونیم که اونا هم باید قدرت خودشونو داشته باشن. و قسمت سوم میگه The equality of representation in the Senate is another point which being evidently the result of compromise between the opposite pretensions of the large and the small states does not call for much discussion. خب این پاراگراف طولانیه و حتما مدیسون و همیلتون رنج میکشیدن که اینو نوشتن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه مدیسون مخصوصا وقتی رفت وارد کنوانسیون فیلادلفیا شد، اون ویرجینیا پلن، اون نقشه‌ای که ویرجینیا، ایالت ویرجینیا میخواستش که بر حسب اون این قانون اساسی جدید رو بنویسن، گفته بود که هم مجلس نمایندگان هم سنای آمریکا باید پروپورشنال باشه. یعنی چی؟ یعنی تعداد نماینده و تعداد سناتورایی که از یه ایالت میرن بستگی داشته باشه به جمعیت این ایالت. خیلی دلخور شد که توی این کنوانسیون مجبور شد که بگه خیلی خوب، هر ایالت کوچیک یا بزرگ، پر جمعیت یا کم جمعیت، تعداد سناتور مساوی میفرسته به کنگره آمریکا. حالا ما که داریم روی این مقاله ها صحبت میکنیم و گفتم مطالعه میکنیم که الگوی فدرالیسم آینده برای جهان رو یک روزی به امید پروردگار مطرح بکنیم و طرح بکنیم و عملیش بکنیم، این مسئله خیلی مهمه که شما در نظر بگیرید یه روزی مثلا خواستیم یک اتحادیه‌ای برای کشور، برای دنیا درست بکنیم، و اگر مثلا این کنگره جدیدمون درست شبیه کنگره آمریکا، یکیش نسبی بود تعداد نمایندگان و یکیش هم نه چندان نسبی، آدم از الان باید فکر بکنه که مثلا کشورهای پر جمعیت چند تا
نماینده میفرستن توی یه چیزی که سنا خونده میشه و کشورهای کم جمعیت چند تا. اینا رو آدم باید در نظر بگیر و من چون نمیخوام عقاید خودم الان اینجا بلغور بکنم، اینو میذارم شما راجبش فکر بکنید. پس مدیسون میگه که ما مجبور شدیم یه کامپرومایزی بکنیم، یه توافقی بکنیم که امورات کشوری خطر نیفته و کار جلو بره. این لغت توافق هم وقتی آدم توی سیاست استفاده میکنه، بعضی وقت آدم باید نگاه بکنه که شاید معنی منفی نباید اونقدر آدم بهش بده، چون بعضی وقتا هستش که باید آدم یه چیزی رو قبول بکنه دیگه که امورات بگذره. خب حالا همینجوری جلو میریم. بعد همین تو همین جوابی که برای قسمت سوم مسئلهی که در اول این مقاله تر شد، ببخشید چند تا خط دیگه بخونم. Another advantage accruing from this ingredient in the constitution of the Senate is the additional impediment it must prove against improper acts of legislation. No law or resolution cannot be passed without the concurrence first of a majority of people and then of a majority of the states. بعد یه چیز مهم دیگه رو میگه، میگه الان ما طوری کردیم که قوانینی که نوشته میشه هم بایستین توی مجلس نمایندگان بهش رأی بدن هم توی سنا، و بایستین هر دو قسمت کنگره اینو قبول بکنه. توی مجلس نمایندگان، خب اونجا ایالتهایی که جمعیتشون بیشتره، خب نماینده بیشتر دارن دیگه، اونجا آوانتاج اونا دست اوناست. خب ولی یک قسمت کنگره دیگه که باید کانکر بکنه، یعنی قبول بکنه و با این راه بیاد، سناست. و سنارم تعداده، چون هر ایالتی تعداد مساوی سناتور میفرستن، دو تا سناتور میفرستن. اگه یه وقتی مجلس نمایندگان زیاده روی کرد و خواست به نفع ایالت‌های بزرگ و پر جمعیت یه قانونی رو بنویسه، توی سنا که ایالت‌های کوچیکم هم قدرت هستن با ایالت‌های بزرگ، شاید توی سنا جلوشو بگیرن. و این خیلی مهمه که یک دفعه سوء استفاده نشه به خاطر اینی که ایالت‌های کوچیک‌تر جمعیتشون کمتره یا مساحتشون کمتره. خب اینجا یه اشاره بکنم برای یه همچین کتابی رو که تو چند تا ویدیوی دیگه براتون گفتم. خب اینجا من مثلا اواخر این کتابو داشتم مرور می‌کردم، یک مقداری این صحبتایی رو که ما داریم تو این مقاله می‌کنیم و اینا، این بیشتر توی اون بعد تاریخیش نشون میده. پس برای اینه که من این کتاب رو براتون معرفی میکنم و ویدیوهایی که این اساتید راجع به تاریخ مملکتشون میدن توی این آلبوم ویدیو، توی این پلیلیست میذارم که شما اینا رو نگاه بکنید و جو تاریخی اون وقت آمریکا رو بیشتر آشنا بشید. وقتی مقاله ها رو که میخونید، مخصوصا اونایی که یه ذره مثلا به خاطر اینکه زبان اون زمان استفاده کردن و شاید این مسئله بغرنجیه، این کتابا و این ویدیوها رو میبینید، کمکتون میکنه که راحت تر این مقاله ها رو متوجه بشید. مقاله ها بارها گفتم حرف الهی نیست. خب چون آدم همین الان چند سال بعد که نگاه میکنه میبینه که همین مدیسون و همیلتون هم دیگه در افتادن، اختلافات بسیاری بهشون پیش اومد. من میگم این مقاله ها برای ما الفبای فدرالیزمه و
و شما هم میدونید که با الفبا هم چیز زیبا میشه درست کرد، هم چیز زشت. خب گفتم اون چیز زشتم همون برداشت ایالات جنوبی آمریکا بود از همین مقاله و از همین قانون اساسی که کشید به جنگ داخلی، به خاطر اینکه میگفتن ما باید بردهداری داشته باشیم. پس خوندن این کتابای خوب و مقاله های خوب در مورد شکل گرفتن اون زمان تاریخ آمریکا و باقی اصلا تاریخ تمدن آمریکا خیلی مهمه. گفتم اونو یادآوری بکنم. پس فعلا با اجازه تا ویدیو سوم.